هر کسی که ادعا دارد که یک عضو عالی رتبه از این کشور یا وسط رتبه یا غیره امرای داعش شامل است، جرأت کنه و محکمه به ادعای خود تثبیت کنه، ار نه چادر بپوشه. سلام خدمت تمام دوستا، به خصوص کسایی که فعالین مدنی یا فعالین حقوق زن هستن. ما از زمانی که سخنان رئیس جمهور شنیدیم در موردی که چادر مایه توهین و تحقیر و یا هم به عناوین مختلف، اصلا نمیتونم که احساسات خود کنترل کنم. اگر واقعا چادر مایه توهین و تحقیر ما زنها باشه، پس ما چادر خود برای رئیس جمهور عدیه میکنم. رئیس جمهور، رئیس پارلمان که در مقابل شده بود چک چک میکرد و همچنان رئیس مجلس سنا اتمر صاحب، این چادر ما تقدیم به شما. راستی یک چیز دیگه هم یاد نکنم که ما دخترها کم چادر نداریم، همه چادرهای خود ما تقدیم میکنم به شما. بیشتر از ما به این چادر شما نیاز دارین، به خاطری که زنها با چادر خود هیچ چیز نمیفروشن، هیچ چیز خراب نمیکنن، انتحار نمیکنن، انفجار نمیکنن. شما امروز چادر مایه ننگ دانستین؟ اگر رئیس جمهور از سخنان آخری که در مورد بانوان نگفته گفته، اگر رئیس جمهور مذرت نخواهی از خانمای افغانستان، من مطمئن هستم که خانمای افغانستان پایای هر گبت بلرزه در میارن. من از رئیس جمهور جدا خواهش میکنم که چادر ما مایه ننگ ما نیست، چادر ما باعث شرمندگی ما نیست. لطفاً لطفاً هرچی عاجلتر در این قضیه رسیدگی کنن، در غیر او صورت ما فعالین مدنی آرام نمیشینیم و این مایه ننگ ما پیشکش میکنم برای رئیس جمهور افغانستان و ما بسیار زیاد ناراحت هستم. پس ما از کی گله کنیم؟ فرق بین رئیس جمهور ما، فرق بین داعش، فرق بین طالب، فرق بین کسایی که روی جاده زنان را آزار میده چی هست؟ پس این بزرگترین خشونتی هست و بزرگترین بی‌احترامی هست بر ما زنا. ما بازم تکرار میکنم که اگر رئیس جمهور از سخنان آخر خود که در مورد چادر و ما زنها گفتم مذرت نخواهد، تمام بانوان هنوزم فعال هستن و بعد از این ما به جاده ها میریزیم و رئیس جمهور باید پاسخگو باشه. سلامت باشین. خب واقعا آدم ناراحت میشه، واقعا آدم ناراحت میشه وقتی که داد از دموکراسی میشه. ما بیش از یک دهه مبارزه کردیم و اینقدر پول هنگفته که جامعه جهانی برای افغانستان داد، برای زنا داد، ما هم ایرا نادیده گرفتن و باز هم میخواین که در مورد ما و برحله ما خوشنط کنن. ما تعامل کرده نمیتاریم. سلامت باشه نایدری صاحب، تشکر از شما هم. بله، موضوع مهم ای است که باید در یک نقطه زمانی ما صدای خود بکشیم و برای جمهور بگوییم که پس ای چادر به ما نه، به خودت مبارک باشه. درد دل ما خود زیاد هست هر قدر بگویم. ببخشین، منظور رئیس جمهور از چادرهای انتحاری چی هسته؟ پس ما چادرهای انتحاری هستیم؟ واضح به سخنرانیش گفته کسایی که اگر میگن که حکومت آمی، سران حکومت آمی طالب داعش هستن، اگر اسناد برای حکومت ارائه نمیکن پس چادر بپوشن در خانه بشن، یعنی چی؟ این واضح تحقیر واضح و آشکارا برای ما هست و اونجام کسای دیگه شیشتا برای ما کف میزنه که آه باید این کار شود. این واقعا ناراحت کننده هستم. ما این ویدیو را به همکاری تمام فعالین زنه که ما صحبت کردیم، ما یک گروپ ساختیم. اگر رئیس جمهور به گفته های خودش مذرت خواهی نکنه، خانم ها گفتم دیوالای هرگه بلرزه در میان و رئیس جمهور باید حکومت خود وردار از افغانستان. سلامت باشین.
باز انشاءالله صحبت میکنیم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظتان.